هموطنان گرامی سلام و درود بر شما از ولایت هلمند خبر میرسد که نفرات سپای آزادی در گرمسیر او ولایت بالای یک مفرزی طالبان حمله شدیدی انجام دادن در شمال افغانستان یک عالم دینی دم چشم خانوادش زجرکش شده است حمله شدید شبانگاهی نفرات سپای آزادی در گرمسیر باعث تلفات شده است در ولسوالی گرم د در ساحه سفار یعنی بین سرحد مرزی شهرستان مامورزایی اونجا چریکای سپای آزادی حمله کردن کماندان پوسته امنیتی به نام قاری قیوم رحمدین با شماری از پرسونل مربوطش در آتش سوختند و یک کلیپی هم که در رابطه منتشر شد حریق بسار شدید را نشان میدن پنج طالب کشته شده و چند تن دیگه زخمی هستن این پوسته از مربوطات وزارت دفاع طالبان است که در اثر این عملیات کاملا منهدم شده است این جدی حمله مفرزه های مسلح ضد طالب بالای طالبان است خب این سپاه آزادی یک رشته حملاتی را بر موازه طالبان در سراسر افغانستان شروع کرده چند پیش در قسمت جوی شیر اینا یک نفر از طالبان بسیار شدید از بین بردن که مردم منطقه را شکنجه میکرد مفرز تروریستی از نظر از اینا باید در مناطق خودشان هدف قرار بگیرن من در از مدت به طرف دستجات مسلح سیار و عملیاتی ضد طالبان رو ارزیابی میکردم از جبه مقامت جبه آزادی و سپای آزادی برای من سوالی بود که کدام از دشمن چی تعریف داره به شمول جبهه مقاومت و جبهه آزادی از دشمن تعریف مشخص ندارن تعریف مشخص و جامع که دیگه قابل تغییر نباشه من نیافتم اگر شما به این چیزا مثلا به این نکات دسترسی دارین شما بگوین تنها گروهی که دشمن از نظر سیاسی از نظر راهبردی و جنگی تعریف میکنه اینمی دسته ای است که از نام سپای آزادی وارد میدان شده ای تو به نظر می رسد که سپاه آزادی طرح یک رشته جنگ های چریکی را به خاطر برهم زدن کار کانال سیاسی معروف به خوشتی اینو اینا در دستور کار دارن اونا میگن که پروژه طالبانی قشتی را فقط با جنگ چیریکی چند جانبه از چندین مسیر باید متوقف کرد و این ای مسئله یکی از مسائل جدی است که در شمال ممکن است تغییراتی را حادث شود در بغلان مولوی نورودین یک تن از علمای شناخته شده اونجا در جمعه گذشته بعد از نماز جمعه از ملاحی الله و کود غیر واقعی بسیار با یک شدت لحن انتقاد کرده بوده این مولوی با یک صدای بلند گفته بوده که بسیاری از اعمال و کردار طالبا و رهبر و کردار رهبرشان مغایر قرآن و احادیث نبوی است چون این جرأت در طول امی دو سال هیچ مولوی نه در کابل نه در هراد نه در مزار نه در هیچ جای دیگه نکرده خب ای من بسرات نفرات طالبان سر میرسند در منزلش ایره دم منزلش شکنجه میکنن پیش روی زن و بچیش ایره تیرباران میکنن هیچ کدام شوخی هم نداره طالب این خبر مردم بغلان و کل شمالا و خصوصا جامعه علمای دینی رو بسار تکان داده اینمی علمای دینی که از طالب پشتیوانی کرد، تبلیغ میکن را را هموار وار کرد مردم از مبارزه با طالب باز می داشت اینال خودش اینی رقم قصاص شده میره این مولوی را اول پیش چشم همسر اولادش خوب همینطور جوکوب میکنن باز بعد از او یک شاجور مرمی رو میگیرن در فرقش خالی میکنن کار تمام اینطور معلوم میشه که ایام از طرف مولو... مولوی ها یا بسیلا جامعه روحانیت باید صورت بگیره نشانه های دیده میشه اینا یک نشانه خامی. و همچنان بعضی عملیات ها در کابل هم آغاز شده است از استقامت های کوی صافی راکت باری به میدان هوایی کابل دوباره شروع شده و سیفای راکت صبح روز جمعه به این منطقه در بخی کاملا در بخش وی آی میدان هوایی و بخش کنترل مسافران فرود آمده سه نفر از کارمندان اداری و فنی میدان هوایی کابل و چند تن از مسافران زخمی شده بودن یک کنترل شدید یک ممنوعیت شدید اطلاع رسانی در اونجا اعمال شد و هیچ کس اجازه نداد دادن نشد که برای مردم یا در شبکه اجتماعی در مورد اصابت سه راکت بر میدان هوایی کابل خبر بدن این سه راکت در این دو سال اخیر اولین موردی است که از استقامت کوههای صافی به اینجا فیر شده است این به نظر میرسه که شروع کار است به هیچ کس هم اجازه عکس ویدیو گرفتن و دادن داده نشد زخمی ها را همیتور از بردن فوت کردن پنهان کردن سفاخانه همزمان عملیات مسلحانه کم کم با شکل اتو جزایر کوچک تشدید شده روان است جبه مقاومت اعلان کرد که چهار طالب در ولسوالی غازی آباد کنر کشتن نیروهای مقامت یک پاسگاه طالب در روستای درین درین ولسوالی غازی آباد در اونجا حمله کردن چهار طالب کشته شده دو نفر زخمی شده و همزمان پیشتر عملیات نفرات سپای آزادی رو میتونیم که در غرب سیر و در دیگر مناطق هم اینا در کابل بیشتر تمرکز دارن به نظر میرسه که سلسله یا زنجیره از عملیات چریکی یگان عاملی است که طالبان را از خط مثلا اصلیش خارج میکنه و از شهرها بیرون میکنه میروی سفغان در این حال گفته که سراجدی نقانی کاملا به صلاحیت است از وقتی که زوایری کشتن اید دفتر نمی باشه. میره به ولایات مرزی شبانه پات میکنه این گزارش قبلا هم داده بودم که شبانه میره به در لوگر پنهان میشن و بازو. اما دیدیم که در تمام همایش ها در تمام چیزها شرکت میکنن امریکا بوده هیچ کار غرض نداره اما خودش بخاطر اما تدابیر احتیاطی رو میگیره از سه افتابه طرف در قندار است در قندار چی میکنه؟ کابل چگه پس؟ اونجا اینا رو خواسته بودن که ملاشیرین و عنوانه والی جدید تایید کنه و معرفی بکنه و خاطر از اینکه طبق قانون اداری افغانستان والی با وسیله وزیر داخله منصوب میشه ظاهرا منصوب حیبت الله را این منصوب کرده رفته اونجا و صلاحیتاش گرفته شده و هیچ نوع اجرات کرده نمیتونه مورد آخر اکماتیار یک گپ جالب زده میگه که ما هر گروهی که نام اسلامی داشته باشه کده دو جنگ نمیکنیم درست چی خنداور مردم عزیز کد کدام گروه غیر اسلامی هم آدم در زندگی خود جنگ کرده کدام در زمان روسا هم ای فقط کد دیگه گروپا جنگ میکرد در اندرا در بغلان در کوهستان یک کد گروهی که یا حاکمیتی که غیر اسلامی بوده این جنگ نکده. ما یادمانیست پار سال نگفت که پنشیر لانه دشمنان اسلام است حالا میگه که ما که هر گروه نام اسلامی سر خود داشته باشه ما جنگ نمی کنیم خب پنشیره که تو فتوا دادی لانه دشمنان اسلام است اینا یک سازمان یهودی است یک سازمان مربوط به شوروی است که تو سیار جهاد علی شوروی را عنوان میکنی جهاد مربوط بیشتر افتخارش به جنرال عبدالرحمن و جنرال یوسف پاکستانی میرسه جز مسلمان کشی یعنی سر کدام کافره شما میتونن ایزه کشیدین بگین نشان بده مگه با وجود که داعش با ساختمان از مملکت قصد جنگ ای فایده دا... کت... کت جنگ میکنی یک منافع میدیم یعنی تحقیقات میکنیم این طرف اطلاعات میگیریم که این میادم از نظر نظامی چه توان و شیمه داره چه قدرت داره هیچ سفر این می خودش یک اشاره یک چراغ سبزی و داعش که ما با شما می پیوندیم. دیگه ما خدا این ای کدام تعبیر دیگه نیافتم تا یافتهای بعدی مردم عزیز شما رو به خداوند بسپارم